من اینجا از شما یه سوال دارم. فکر کنم همه تماشاگرش اینجا بدونن که شما هفته گذشته جلسه داشتید با وزیر امور خارجه آمریکا مایک پامپئو. میدونم برای چند روز اخیر در رسانه‌ها شد توضیح دادید که چرا این جلسه رو داشتین، اما اگر احتمالاً کسی نشنیده باشه مختصر توضیح بدید که چرا با مایک پامپئو دیدار کردید. مایک پامپئو نماینده رژیم دولتیه که درشون مثال لندن بسته. در این جلسه سوال چی کردیم؟ و بعد از اینجا آمدیم مختصر این سوال شاید پیچیده تر بود. بسیار ممنونم از اینکه این سوال رو از من پرسیدید. این کمی سوال سختیه و اینکه فکر میکنم ایرانیایی که اینجا هستن میدونن که حسابی هم مشوقت کردن به خاطر دیدار. از دادستان کل کشور گرفته تا صدا و سیما و بخشی از هم‌اندیشان خودمون که نقد دارن، من از نقدها میآموزم ولی در برابر خنده ها قوی‌تر میشم. اما چرا دیدار؟ همونطور که گفتم در حرفام، 40 ساله که نماینده رسمی ما مردم ایران در جامعه جهانی کسانی بودن که از یک انتخابات غیر آزاد نمایندگی پیدا کردن که از طرف ما مردم ایران با دنیا حرف بزنن. و در تمام این چند سال فعالیت هم به حق من با بخشی از جامعه ایرانی ارتباط داشتم. دفعه اولی که دعوت شدم در نشست آقای پامپئو در کالیفرنیا، خب من اونجا به این دلیل که یک مهمان بودم و نمیتونستم حرف بزنم نگران بودم. فکر میکردم استقلال کمپین زیر سوال میره. فکر میکردم وقتی من حرف نمیتونم بزنم فقط به یک عنوان یک کسی قرار میگیرم که اونها هر سیاستی که داشته باشن میتونن ازش استفاده بکنن. و فراتر از این برای من مهمه که هر جا میرم نقطه نظرات خودم و کمپین رو بگم. و برای همین در مهمانی اول شرکت نکردم. مهمانی دوم که دعوت کردن رسمی بود، اعلام کردن که این اولین بار هست که یک دیدار رسمی بین یک ایرانی صورت میگیره که ما بیانیه میدیم. من هم گفتم ما از اینجایی که آزادی یواشکی نداریم و خودم علیه آزادی یواشکی قیام کردم، پس حتما این رو میپذیرم چون همه چیز شفاف هست. و سه نکته رو اونجا مطرح کردم. سه نکته که قرار بود جلسه 30 دقیقه باشه ولی شد 35 دقیقه. و این سه نکته در واقع براتون میگم که اما مهمش اینه که من فکر میکنم ایرانیانی که قائل به این هستن که صدای مردم عادی که در خیابون شعار میدن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن، آمریکاست، باید صدای این بخش از جامعه شنیده بشه که فرق درشون نداره با تمام دولت ها از دموکرات بگیر تا جمهوری خواه، با هر جریان و گروهی که با ایران مرابطه دارن یا میخوان مرابطه داشته باشن، صدای جامعه آزاد ایران، صدای مردم ایران که در واقع هیچ جا شنیده نمیشه باید در گفتگوها شنیده بشه. ما که جنگ رو نقد میکنیم حتما باید از گفتگو استقبال کنیم. سه نکته که من گفتم، یک، بسیاری از مردم ایران نگران هستن که حقوق بشر وجه المصالحه نباشه، یک ابزار نباشه در دست سیاستمداران. و در تمام مذاکراتی که قرار هست با ایران صورت بگیره، پرونده نقض حقوق بشر از حقوق زنان گرفته تا حقوق کارگران و اقلیت‌ها دفع نشه توی پرونده هسته‌ای. من فکر می‌کنم بسیاری از ایرانیان واقعا نگرانی رو دارن که ما مثل عربستان نشیم، که حکومت ما به یک توافقی تن بده به قیمت سرکوب کردن شهروندان معترض در داخل ایران. بنابراین من از جایگاه و به نمایندگی اون بخشی از جامعه که من اعتماد کردم این رو تاکید کردم. دوم، ما انتخابات آزاد نداریم. آقای ظریف میاد به عنوان یک کسی که رأی بر از یک انتخابات غیر آزاد، انتخاباتی که در سال 88 بالای 100 نفر کشته شدن و هزاران نفر زندانی و تبعید شدن. در فقط سال گذشته 7000 نفر زندانی شدن، 25 نفر کشته شدن. این یعنی ما انتخابات آزاد نداریم. یعنی بین بد و بدتر انتخاب کردن به معنی این نیست که جواد ظریف و حسن روحانی یا احمدی‌نژاد میتونن نماینده ما باشن. بنابراین من از دولت آمریکا خواستم تا از اتحادیه اروپا بخواد که صدای مردم ایران که انتخابات آزاد میخواد و ازش حمایت بکنه، برای اینکه در 40 سالگی جمهوری اسلامی بخش زیادی از مردم ایران جمهوری اسلامی رو نمیخوان و شعاری هم که در داخل خیابون میدن سرکوب و سانسور میشه. نکته سوم که برای بسیاری از دانشجویان هم دیگه فعالان و بشر مطرح کردم و اون همین که دولت آمریکا اگر میگه من بین مردم ایران و حکومت ایران فرق قائل میشن، باید عملا نشون بده. چون همین الان محدودیت ویزایی بسیاری از شهروندان عادی رو محدود کرده، دانشجویان رو محدود کرده، خانواده ها رو از هم جدا کرده، اما
خانواده های سران نظام در همین آمریکایی که دشمن بزرگ خواندن دارن زندگی میکنن و پول مردم ایران رو با خودشون میبرن. از مسئولان نظام، از مجلس خبرگان رهبری، از رئیس جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس به شما میدم که فرزندانشون آزادانه در خارج کشور هستن و لیستی میدم از فعالان حقوق بشر که با محدودیت ویزایی زندگیشون به هر حال مخدوش شده. برای من در این نشست به جایی که مثل خود حکومتمون گفتگوها رو رد بکنم پذیرفتم، چون از منظر گدایی کردن حقم نرفتم، احساس میکنم که یک زن قدرتمندی هستم. نمیگم اولین زن هستم که علیه حجاب اجباری قیام کردم یا اولین زن هستم که برای حقوق بشر جنگیدم، نه، ولی حداقل اولین زن در روستای خودم هستم که حجاب از سرم برداشتم. اولین زن در روستای خودم بودم که ایستادم و خودم رو باور کردم و الان همین میگم. من راه این گفتگو رو باز کردم و هر یک از ایرانیانی که فکر میکنن صدایی دارن که باید شنیده بشه، از حمله ها، زخم زبان ها نترسن. این که بگن چرا رفتی با یک دولتی که ضد زن هست دیدار میکنی، نترسیم. برای این ما از حکومت میایم که اسید میپاشه روی صورت زنان. فراموش نکنید، من خودم یک فمینیستم که توی ویمنز مارش رفتم، ولی نترسید. چپ هایی که دارم میگن چرا رفتیم با یک حکومتی دیدار کردیم که حمله میکنه، فرق میاره. شما با فقر زندگی نکردیم. کسانی که حتی یک شب لباس دست دو مثل من نپوشیدن، کسانی که حتی یک شب گرسنه نخوابیدن، کسانی که با فقر ما فقط لاس سیاسی دادن، کسانی که با فقر ما مانیفست سیاسی چونه نوشتن، با فقر ما مرده بازه. ما رفتیم و باید هم بریم بگیم که حکومت ایران نماینده ما نیست، خودمون نماینده خودمون هستیم، نه جنگ میخوایم نه جمهوری اسلامی. اما قبل از اینکه سوال برسم دو مسئله. اینکه یکی از محبتتون لطفاً یک صندلی رو آقای خلجی بیارید، این صندلی که شما شون نشستم مثل که عیدی داره هر یک بنیان کنم بیارید سامن شکست هست صندلی اونطوری از دفاع مردم. خیلی دوم خیلی رو من فراموش کردم که این دوستانی که معرفی نکرده به من معرفی بکنم. اوزم کنم از آقای رضا پیرزاده و خانم نازیبه گلستان. Mr. Reza Pirzadeh is an elected member of the Executive Council of the Iran National Council for Free Elections. He has significant expertise in Iran's economic and political system. Since 2014, he's been the CEO of Damavand Horizon Inc. and Nisha TV, based in Los Angeles, and the station produces educational and political TV programs. So, thank you, Mr. Pirzadeh. She's also an elected member of the Executive Council of the Iran National Council for Free Elections, serves as a special envoy for human rights. She produces educational TV programs that give voice to victims of corruption and to raise awareness within Iranian civil society on how to combat corruption and abuses of power. Prior to moving to Paris in the early 2000s, Ms. Gulistan worked in Iran's Ministry of Agriculture and was a student activist and was barred from university for several semesters due to her activism. Disillusioned with the Khatami reform movement after the 1999 student uprising, she moved to Paris and continued her education in information systems and decision-making processes. Khami Gulistan. Thank you. یه سوال از شما راجع به مسائل روحانیون که در مثلا خیلی کار می‌کنه. دیدگاه شما روحانیون، مثلا روحانیون و فقها که ولایت فقیه رو قبول ندارن و به جدایی دین از سیاست اعتقاد دارن، اینا چه نقشی میتونن بازی کنن در مبارزه ملت ایران با جمهوری اسلامی؟ جایگاه این روحانیون در یک ایران آزاد چی خواهد بود؟ مثلا در قوه قضاییه که سالیان سال زیر
شریعت و فقه. بله. با سلام دوباره خدمت دوستان. روحانیت از زمان مشروطیت تا الان در سه جنبش اجتماعی بسیار مهم به نوعی مشارکت کرده، یا حداقل بخشی از روحانیت در این جنبش‌ها مشارکت کرده. یکی جنبش من خود مشروطه بود که سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی دو شخصیت بسیار برجسته اون دوران بودن که مشروطه خواه بودن و در برابر اون طیف مشروطه خواه روحانی برای ایستادن، یا آخوند محمد کاظم خراسانی و ناظمی در نجف. در جریان ملی شدن صنعت نفت به هر حال یه بخشی از روحانیت هم باز همراهی کردن، اگرچه اکثریت روحانیت یا خاموش بودن یا اینکه ملاحظه میکردن از اینکه در این جریان مشارکت بکنن. در انقلاب ایران خب روحانیت نقش بسیار پررنگتری داشت و رهبری انقلاب به دست روحانیت افتاد و روحانیت بعد از انقلاب هم موفق شد که رقبای خودش رو کنار بگذاره و نظام جمهوری اسلامی رو در با مجموعه ای از مزایا و امتیازات خاص برای روحانیت تأسیس بکنه. جنبش آینده در ایران اگر در نظر بگیریم که جنبش دموکراتیک خواهد بود، به نظر من اولین جنبش اجتماعی در ایران خواهد بود که روحانیت درش هیچ نقش نخواهد داشت. و روحانیت به عنوان نهاد، چون روحانیت وقتی صحبت میکنیم یه موقع من پدر من روحانیه، یه موقع از راجع به اشخاص صحبت میکنیم، خب در میان روحانیان مثل همه طیف های مختلف آدم های خوبی وجود دارن، ولی اگر در مورد روحانیت به عنوان نهاد به یک تفکر صحبت میکنیم، تفکر روحانیت ضد دموکراتیک هست و تفکر روحانیت ضد برابری حقوقی و اجتماعی و سیاسی هست و هرگز نمیتونه این برابری ها رو نه از نظر تئوریک بفهمه و نه از نظر عملی حمایت بکنه. من هیچ گونه تئوری درست و حسابی در میان روحانیت ندیدم که جدایی دین از سیاست اعتقاد داشته باشه، یا اینکه بتونن از نظر دینی رو موجه بکنن. بنابراین وقتی که از یک جنبش دموکراتیک و سکولار صحبت میکنیم، جنبشی که خواسته های غیر مذهبی داره و خواستار کاست شدن نقش مذهب در سرنوشت عمومی کشور هست، من فکر میکنم روحانیت نقش چندانی میتونه داشته باشه و به عکس یکی از مشکلات مهم جنبش دموکراتیک در ایران مواجهه با روحانیت، به خاطر اینکه روحانیت عظیمترین گسترده‌ترین شبکه اجتماعی در ایران داره، بسیار قدرتمند هست. همین الان که با هم صحبت میکنیم به رغم اینکه به هر حال روحانیت اعتبار اجتماعی خودش رو خیلی از دست داده، گاهی توی اینترنت میبینیم تصاویری که مردم چگونه در کوچه و خیابان به روحانیت پرخاش میکنن، گاهی برخورد فیزیکی با روحانیت میکنن، برای روحانیت از اعتبار خودش بسیار اعتبار خودش رو بسیار از دست داده، اما همچنان شبکه اجتماعی اصلی در دست روحانیت. ما هیچ روستا و شهری نداریم که در اون مسجد نباشه. حوزه های علمیه در ایران نزدیک 500 هزار روحانی وجود داره و این 500 هزار روحانی یک شبکه بسیار گسترده رو در کشور می‌سازند. یک چالش بزرگی است برای جامعه روشنفکری، برای جامعه دانشگاهی، برای فعالان مدنی، برای جنبش دموکراتیک در ایران که در درجه اول نباید چندان طمع و امیدی داشت در اینکه روحانیت همراه جنبش دموکراتیک باشه و از قضا از ابتدا اون بلایی که آقای خمینی سر روشنفکر آورد و به اونها وانمود کرد که در حقیقت من و شما هدف مشترکی داریم، این بلا نباید ما سر خودمون بیاریم و اینکه در حقیقت وانمود کنیم که ما با بخشی از روحانیت هدف مشترک داریم. ما با روحانیت یعنی نیروی دموکراتیک و آزادی خواه ایران با روحانیت ایران به هیچ وجه مشترک نمیتونه باشه. شما
امریکا و دیگران دیدار داشته. شما چه معیاری استفاده می‌کنید برای تصمیم گیری، برای اینکه با چه کسی دیدار کنید و کمکتون رو قبول بکنید؟ یعنی فردا اگه مثلا آقای بن سلمان دفترشون با شما تماس بگیره، شما به نتانیاهو دیدار می‌کنید، چه معیاری استفاده می‌کنید؟ با سلام به شما و دوستان گرامی، ما در شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد تمام معیاری که داریم برای دیدار و گفتگو با جهانیان کشورهایی هستند که یک نظام دموکراتیک دارند، شفاف هستند و مدافع حقوق بشر هستند. برای همین هستش که کل فعالیت ما در جهان آزاد هستش. کشورهایی که با ارزشهایی که ما هدفمون هستش که در ایران ما هرچه زودتر بتونیم نهادینه بکنیم، این ارزش‌ها رو سال‌هاست، دهه‌هاست و بعضی ها چند قرن هستش که بهش رسیدن و نهادینه کردن در کشورشون و ما چون دنبال همون ارزش ها هستیم، همون اهداف رو دنبال میکنیم با کشورهایی که با دولت‌هایی که دموکراتیک هستن و آزاد هستن و سکولار هستن گفتگو میکنیم و ازشون حمایت میخوایم و اینکه ما هم ما ایرانی هم میتونیم به همون هدفی که داریم برسیم. این محدود درست. حالا بس در ادامه این، حالا میدونم در بند 17 مشروع شورای ملی اومده که اگه شورای ملی بنده بشه، این حکومت دیگه نباشه، دولت ایران باید پیگیر سیاست خارجی مسالمت آمیز و عادلانه با در نظر گرفتن منافع ملی باشه. خب منظور شما در این مورد از رابطه مسالمت آمیز چه در این در اون حالت فرش رو نمیتونی بودن کسی رابطه مسالمت آمیز چیه و استقلال ایران چجوری در این حالت از شما بزنید؟ سوال بسیار خوبیه. ببینید، 40 سال هستش که ما در مملکتمون یک حکومتی داریم که در قانون اساسی آمده که هدفش صدور انقلاب و ارزش‌های انقلاب اسلامی هست در سراسر جهان، نه فقط در خاورمیانه. می‌بینیم که چه عملکردی در آمریکای لاتین دارن، در ونزوئلا، کلمبیا و جاهای دیگه. این 40 سال برای ما مردم ایران که این سیاست خارجی تهاجمی، این سیاست خارجی که فقط از خشونت، از تروریسم حمایت کرد، برای ما چه دستاوردی داشت؟ به جز تحریم، به جز اینکه ما امروز میبایستی که در حد کره شمالی بودیم و متاسفانه در حد کره جنوبی بودیم و امروز اقتصاد ما رسیده در حد کره شمالی، کشوری که باید امروز اونه که سران 20 قدرتمند کشور جهان رو هم جمع میشن و جلسه دارن، ما باید یک از این 20 بودیم. ولی متاسفانه کشوری هستیم که دیگه دوستان خیلی بهتر از من گفتند چه شرایطی ملت ما زندگی میکنند. این نظر من نتیجه اون سیاست خارجی هستش که بسیار تهاجمی بوده، ایدئولوژی بوده و بهتر از همه اینا هیچ وقت فکرم که این 100 سال اخیر ما اینقدر استقلال ما زیر سوال نرفت. آقای خمینی میگفتش که اولین شعارش استقلال بود و از آزادی و جمهوری اسلامی. الان ما کدوم استقلال بودیم؟ استقلال ما کجا هست؟ ما اینکه میبینیم که دریای خزر روسیه و کشورهای دیگه چطوری دریای خزر رو از اون سهمی که ما داشتیم 50% به 15% رسیده نکنتر. ما اینکه میبینیم که در خلیج فارس چین چقدر داره منابع طبیعی ما رو به راحتی میبره، ما اینکه خاک ایران رو میفروشن، آب ایران رو از خوزستان برمیدارن به عراق میبرن. چرا این کار رو میکنن؟ برای اینکه بتونن بارش بدن به روسا، به چینیان، یا اینکه بتونن از در عراق بتونن نفوذ بیشتری داشته باشن. به این رو میگن استقلال. پس منافع یک سیاست خارجی باید مبتنی به منافع ملی باشه، مبتنی به منافع ملت ایران باشه و یک سیاستی باشه که ما بتونیم هرچی بیشتر با جهانیان در رابطه باشیم، بتونیم سرمایه جهانی رو در سرمایه گذاری بکشیم به ایران و تولید اشتغال بکنیم و اقتصاد رو دوباره شکوفا بکنیم. ما به این نیاز داریم در آینده. شنیدم که این فساد گسترده و سیستماتیک در جمهوری اسلامی ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی داره. میشه اینو یکم بیشتر توضیح بدید؟ چه رابطه ای از بین فساد و رشوه‌گیری و قانون اساسی جمهوری اسلامی و چرا در ادامه این بحث میخوام بگید چرا یک قانون اساسی که پایش دموکراسیه منجر به فساد هم شکل نمیشه؟
درود بر شما و برای همه عزیزم و مهمانان گرامی. در اصل فساد فقط فساد اقتصادی نیست در ایران امروز. ما فساد در همه لایه‌های کشور رو می‌بینیم. حکومتی در ایران مستقر شد 40 سال پیش که خودش در قانون اساسیش با قوانینی که وضع کرد باعث شد که رانت‌خواری ترویج پیدا بکنه، یعنی تمام امتیازهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اختیار یک گروه خاص قرار گرفته شد. فقط در اصل 107 تا 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی که مطالعه بکنیم اشاره میکنه به قدرت رهبری و ولایت فقیه. ولایت فقیه اول شرطش اینه که باید شیعه باشه و حتما روحانی باشه. در هیچ جای قانون اساسی نوشته نشده که رهبر این حکومت حتما باید ایرانی باشه. یعنی شما هر جایی باشی ولی باید فقط شیعه و روحانی باشی. بعد تمام قدرتی که بهش میده چیه؟ قوه قضاییه باید رئیسش رو انتخاب بکنه و انتخاب اون هست. نیروهای مسلح فرماندهش دست اون هست. هر جایی که شما دور میزنید در ارکان‌های دولتی، در ارکان‌هایی که تصمیم گیرنده هستن، حتی در نهادهای مندرآوردی میشه مثل شورای نگهبان، مجلس کودکان، دادگاه فلان، روحانیت و اینا، همه اینا باز سرش برمیگرده به ولایت فقیه. این ولایت فقیه خودش بعد در تمام نهادهای حکومت می‌بینید که نهادسازی کرده. مثلا نهاد نماینده ولایت فقیه در سپاه پاسداران، یعنی یه نفر هم نمایندهش یک نهاد داره. بعد اینقدر قدرت داره که میاد تمام بنیادهای مندرآوردی که درست کردن مثل مستضعفان، بنیاد مثلا شهید، بنیاد غیر و غیره و یا حتی تمام مراکز مذهبی که درآمدزا هستن مثل آستان قدس رضوی که درآمد بسیار بالایی داره و باید مالیاتش هزینه آموزش و پرورش کشور میشه، میاد خمینی فتوا میده به راحتی مالیات که شما ندین صفر. خامنه ای هم به دوبارش داره، چون همه اینها میاد پولش بوده تو جیبه که تو جیبه بیت رهبری و یه سری از سران سپاه و دوستانی که دستندرکار در این سفره انقلاب هستن. ولی فساد همینجور گسترش پیدا میکنه، میرسه به فساد اجتماعی، میرسه به فساد اخلاقی، حتی در جامعه. شما میبینید که وقتی اینقدر قدرت امتیازها داده میشه به سپاه پاسداران که بازوی راست رهبری هستن و تمام اقتصاد مملکت رو اینها میگیرن به دستشون، خیلی راحت میان با دور زدن تمام قوانین و از نظر قانون اساسیشون هم این امتیاز رو به این گروه ویژه میده، میان چیکار میکنن؟ مثلا مواد مخدر رو شما میبینید که از مرزهای این طرف وارد میکنن افغانستان، پاکستان میاد در طرف کردستان، اینا تبدیل میشه و از عراق خارج میشه، میره تا ونزوئلا و اروپا غیره. و در این بین چه اتفاقی میفته؟ مواد مخدر رو به قیمت بسیار ناچیز، ارزان‌تر از نون و آب در خیابان‌ها شما پیدا میکنید. چرا؟ که جوان‌ها معتاد بشن و فکرشون کار نکنه و سست باشن. اگه بخوام حرف بزنم، از این مثال که بزنم خیلی دارم. بعد می‌بینیم که کارگرانمون 2 ساله که دستمزدشون پرداخت نمیشه، صندوق‌های بازنشستگیمون خالیه و می‌بینیم که همچنان با تمام این تحریم‌هایی که وجود داره، اینا چطوری این گروه خاص که تمام مملکت رو به دست گرفتن دارن باز همین تحریم‌ها رو دور می‌زنن و به دنبال منافع اقتصادیشون هستن و چپاول می‌کنن. در نتیجه بخوام خلاصه بکنم این هستش که همه مشکلات برمیگرده به درون این قانون اساسی و تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی منحل نشه، نه اصلاحات میشه، که این اصلاحات یک شعار میشه گفت خیالی، یک پروپاگاندای سیاسی بود که بتونن ما رو گول بزنن و بتونن قدرت خودشون رو اداره کنن. اشاره کردیم در صحبتتون، اما دوباره ازتون میپرسم، همه زیربنای ایران نابود شده و حالا نابود شده، فرق داره بیداد میکنه، زندانیان سیاسی داریم، خبرنگارا موندن نمیتونن خبر بزنن، شما چرا به این حجاب انقدر فکر میکنید؟ من فکر میکنم کاری که با هر مردی که به من اعتراض کرده باید با ایشون بکنم. توی یک کنفرانسی بودم، یکی از مردان به من گفتش که خانم این همه فقر، این همه بدبختی، این همه مشکلات، این همه درد رنج بر چی گیر دادی به حجاب؟ من این شعار رو از سرم در بردم، گفتم که خیلی خوب، یه مشکلات بزرگتر رو حل می‌کنیم، تمام شده شما این شعار رو و عصبانی شد. برای اینکه من خیلی جدی بودم و ایشون میگفتش که نه، من فقط سوال کردم، گفتم خب این رو سرتون کنید، من ادامه بحث رو شما فقط سرتون باشه. بعد گفتی که شما دارید با اصرار به من توهین میکنید. گفتم همین حق ما همینه، 40 سال اونا با این حجاب رو نگه داشتن و به ما توهین کردن. 40 سال چون ما گفتیم که نمیخوا
شیطان یه دست دیگه بیاد و برای ما تعیین بکنه که چه هویتی داشته باشیم، همه گفتن شش. اول گفتن که جنگ، و چون جنگ هست مشکلات بزرگتری هست. بعد گفتن تحریم هست، و چون تحریم هست مشکلات بزرگتری ما داریم. من خودم از توی خانواده اومدم که دلیل اصلی که میگفتم برای حجاب مهم نیست، برای این بود که فکر نون باش فربزه آبا. وقتی شما فقیر هستی میگم فقط باید فکر نون باشی خربوزه آبه، در حالی که واقعیت چیه که اون خربوزه اون آب هم بخشی از نیاز بدنه. به همین سادگی ما رو با ضرب المثل های سرکوبگر، ما رو با یک سری گفتمانی که حکومت تحمیل کرده به بدنه جامعه، به خود آقایون، ما رو ساکت کردن. و من فکر میکنم که اتفاقا کار درست اینه، به جای اینکه به من بگی چرا شما گیر دادی به حجاب، به اندازه من و بقیه زنان ایرانی با انگیزه یک موضوع رو بگیرید و با اون موضوع زندگی بکنید و مکمل هم باشید. مثلا اگر کسی فکر میکنه که الان همونجور که شما گفتید موضوع که آزادی بیان خبرنگاران مهمه، موضوع فساد اقتصادی مهمه، فقر مهمه، کارتون خوابا مهمه، تصادفات جاده‌ای مهمه، همه اینها در کنار همدیگه است که میتونه در واقع ما رو کمک بکنه که صدام رو برسونیم. خیلی سریع و ساده تر بخوام به شما بگم، ما به یک سرطان بدخیم مبتلاییم، سرطانی به نام جمهوری اسلامی، سرطانی به نام دیکتاتوری مذهبی. و جامعه مدنی به مثابه اعضای یک بدن عمل میکنه. همه اعضای بدن باید مقاومت فردی داشته باشه تا بتونه در برابر این سرطان پیروز بشه. فقط اونجاست که هر شهروند اگر به تنهایی احساس مسئولیت بکنه و منتظر یک منجی نباشه، بخواد تصمیم بگیره که در هر حوزه اعتراض بکنه، ما موفق میشیم. ولی هر کسی اگر به شما که اعتراض میکنیم گفت این مشکل ما نیست، ما مشکلات دیگه داریم، مطمئن باشید یا جامعه مدنی رو نمیشناسه، یا مبارزه مدنی رو نمیشناسه، یا ابزار بازوی حمایتی یک حکومتیه که میخواد با هیس گفتن و اختلاف انداختن بین جامعه مدنی و افراد فعال ما رو سرکوب و ساکت بکنه. بنابراین هر مردی اگر به شما با حجاب مهم نیست، رو سری سرش رو کنید. خیلی جالبه. نقش مردان در مبارزه چیه؟ این سوال مهمه. من خیلی وقتا دو تا سوال هست که خیلی دوست دارم. یکی این که مردها چیکار میتونن بکنن؟ چون مسئولیت اصلیه. این همه تحلیل 40 ساله با آقایون. الان به شما میگم چرا. چند نفر تو این جمع آقایون؟ چند نفر؟ صادق باشید. به من دروغ نگید. چند نفر از شما حاضری؟ همسرتون، خواهرتون، مادرتون، دوست دخترتون راه ندن تو یک سینما، تو یک استودیوم ورزشی و شما بازم سرتون میندازید پایین و میرید، دست رو میگیرید بالا. یعنی مردان ایرانی از مریض اومدن پس؟ شما هیچ کدوم نمیرید؟ ممکنه قبلا رفته باشی، من خودم بارها رفتم استودیوم ولی موقعی مزیده آگاهی نداشتم. عالی. پس آنچه که ما نیاز داریم کمپین و ایجاد آگاهیه. برای چی؟ برای که من خودم هم خیلی وقتا خیلی کارهای رو انجام میدادم که وقتی آگاهی ایجاد شد یاد گرفتم که من چه قدرتی دارم. من این پنل حالا خیلی جدیتر نمیتونم داستانهای شخصی بگم چجوری حقم از برادرم و پدرم تو خونه هم گرفتم. و الان کاری که باید بکنیم اینه، مردای ایرانی یاد بگیرن کمپین تشکیل بدن و به 40 سال توهین به شعور خودشون پایان بدن. من این حرفی که الان میزنم برای الان نیست، تاریخ گوش میکنه به ما و به ما میخنده که در قرن 21 در کشوری به نام ایران استادیومی وجود داشت که 100,000 مرد میرفتن و عین خیالشون نبود که زنانشون رو پشت استادیوم تحقیر میکنن. در تاریخ به ما میخندن که به دختران 7 ساله گفتن شما ابزار تحریک مردان هستید، پس باید خودتون رو بپوشونید و پدران ما سکوت کردن. در تاریخ به ما میخندن که یک حکومت به مردان ما گفته شما به مثابه آلت جنسی سرگردان همیشه در حال تحریکید و اگر زن ایرانی خودش نپوشونه شما تحمل این رو ندارید که یک زن رو با موهاش ببینید. این توهین به شعور شما مردان ایرانیه. برای همین
جامعه‌ای که با 40 سال چند بیشتر از 40 سال سرکوب، بی‌عدالتی، تحقیر، جامعه‌ای که خشونت زده است. چه ابزاری میتونه این مدارنده قانون استفاده کنه؟ در قانون اساسی ایران و جامعه ایران تصمیم کنه. بله، اجازه بدید که من یه چند نکته رو بگم راجع به وضعیتی که ما الان بهش دچار هستیم و اون چیزی که چون من معتقد نیستم که هنوز چیزی به نام جنبش دموکراتیک در ایران وجود داره. ما یک جنبش زنان داریم یا فعالیت‌هایی داریم در زمینه حوزه زنان یا محیط زیست یا مسائل خاص دیگه، ولی ما هنوز جنبش دموکراتیک نداریم. ولی تقاضا و نیاز برای این جنبش احساس میشه. یک نکته که باید خیلی بهش توجه کرد اون هست که مبادا جنبش دموکراتیک در ایران تبدیل به یک جنبش توده‌ای بشه. جنبش‌های توده‌ای بسیار خطرناکن و میتونن آثار بسیار فاجعه‌باری به وجود بیارن. یکی از نکته‌های مهم اینه که ما در مقابله با جمهوری اسلامی همش بر نفی جمهوری اسلامی تکیه نکنیم. اون اتفاقی که 40 سال پیش افتاد این بود که تمام گروه‌های سیاسی به رغم اختلاف نظرهای بسیار بنیادی که داشتند همشون توافق کردن که شاه باید بره و اون چیزی که تمام این گروه‌ها رو به هم می‌پیوست و وجه مشترک ملی‌ها و چپ‌ها و مذهبی‌ها و غیره بود همه این بود که توافق کرده بودن شاه باید بره و حکومت پهلوی باید پایان بپذیره. نباید نفی جمهوری اسلامی تنها وجه مشترک بین نیروهای مختلف سیاسی باشه، بلکه باید امور مثبت و ایجابی، تفکر ایجابی باید مسئله باشه که هم تفاوت‌ها رو روشن بکنه، هم نشون بده که گروه‌های مختلف در ایران تفاوت‌های مختلف دارن، تفاوت منافع دارن و تفاوت دید دارن، تفاوت نگرش دارن، تفاوت‌های هویتی دارن و از اون طرف اجازه بده به ما که با دیدن این تفاوت‌ها، با به رسمیت شناختن این تفاوت‌ها زمینه برای همزیستی این تفاوت‌ها ایجاد بکنیم. بنابراین جنبش‌های توده‌ای بسیار خطرناکن. باید از پیدایش هر گونه امکانی برای جنبش توده‌ای جلوگیری کرد. یک نکته دیگه هم بگم و اون یک شاید عارضه منفی است که در بین ما رواج پیدا کرده و اون روشنفکرستیزی است. روشنفکرستیزی به جنبش توده‌ای مجال خواهد داد. اگر ما امروز بلد هستیم از آزادی حرف بزنیم، از سر 150 سال روشنفکری در این مملکت است. اگر روشنفکران نبودند، جامعه ایران نمیتوانست با مفاهیم اساسی که امروز برای تحول اونها مبارزه میکنه آشنا بشه. بنابراین اینطور نباشه که از کارگرانی که در خیابان میان و به خاطر حقوقشون زجر کشیدن، آسیب دیدن، این کارگران رو تقدیس بکنیم ولی روشنفکرانی رو که میاندیشن و بدون اندیشیدن اونها هیچ حق و آزادی گرفتنی و تحقق یافتنی نیست، اونها رو تحقیم دارن. خودش باید دموکراتیک باشه، هم در رهبری، هم در سازماندهی و هم در ایدئولوژی. جنبش دموکراتیک نمیتونه خودش دموکراتیک نباشه. و از طرف دیگه یه مشکل بزرگی که برای جنبش دموکراتیک وجود داره اینه که افلاطون معتقد بود که انقلاب، حالا به مفهوم خیلی قدیم یونانی یا برانداختن حکومت، خوب نیست به دلیل اینکه پایمنده مردم رو به قانون ضعیف میکنه. یک جامعه ایجاد بکنیم، یک حکومت تأسیس بکنیم که حاکمیت قانون در اون وجود داشته باشه، نه مثل جمهوری اسلامی که حاکمیت بر قانون داره و حاکمیت با قانون داره، بلکه حاکمیت قانون درش وجود داشته باشه، باید یک پارادوکسی رو برای خودمون حل بکنیم. یعنی در این اون که مبارزه میکنیم با قوانین ظالمانه جمهوری اسلامی و دعوت میکنیم به نافرمانی مدنی، باید به جامعه اهمیت قانون رو هم نشون بدیم و نشون بدیم که اون جامعه ایدئالی که ما درش زندگی سعادتمندانه ای خواهیم داشت و برای اون مبارزه می‌کنیم، جامعه‌ای است که همه به قانون احترام بذارن
و قانون برای افراد و فرای افراد بر همه افراد به صورت برابر حکومت میکنه. یک نکته مهم دیگری که باز من خطرش رو در این چند سال اخیر میبینم مسئله تنفر پراکنی است. جنبش دموکراتیک باید خشونت ستیز باشه و خشونت ستیزی بدون تنفر ستیزی ممکن نیست. متاسفانه تکنولوژی جدید امکانات بسیار زیادی برای گسترش زبان فاشیستی در بین تمام مردم دنیا قرار داده. آدم‌ها پشت پرده مانیتورهاشون مخفی میشن با اسم‌های مستعار و کمپین‌های عظیمی برای تنفر پراکنی علیه اشخاص و علیه گروه‌ها ایجاد می‌کنن. یک جنبش دموکراتیک باید بتونه با تنفر مبارزه بکنه. ما از کسی متنفر نیستیم، ما از عقایدی متنفر هستیم، ما از یک ایدئولوژی های متنفر هستیم که زندگی انسان ها رو تباه میکنن. اما اگر جمهوری اسلامی هم سرنگون شد، ما نمیتونیم همون کاری رو بکنیم با جمهوری اسلامی که آقای لاجوردی از زندان شاه بیرون آمد و خودش زندانبان شد و شکنجه‌گر شد و با تنفری که داشت هزاران جنایت در این مملکت ایجاد کرد. خیلی صحبت از آشتی ملی می‌کنم. در این جمع مطمئنن ایده هستن که زندانی سیاسی بودن این چه شکنجه رفتن. من خودم شخصا میگم عزیزان من زندانی بودن چه شکنجه رفتن اعلام شد. شما آقای واقعا نظرتون اینه که باید به جنایت یعنی واقعا باید جنایت گذاشته تموم شد کسی از زندان شکنجه بوده یا اعلامش کرده و ما آشتی کنه باید ببخشنش. نظر شما چیه؟ فراموش هرگز. ببینید در اروپا موقعی که نظام نازیسم، نظام هیتلر به قدرت رسید و به عنوان مثال رو دیدیم هولوکاست 6 میلیون یهودی رو از بین برد و اتفاقاتی که افتاد، اروپایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم هرگز فراموش نکردند. ولی چیکار کردند؟ ادامه دادن به آموزش جامعه، رسیدن به سری قوانین جدید که این قوانین مبارزه میتن با چنین ایدئولوژی، ولی هرگز فراموش نکردن، ولی از اون عبور کردن. چون اینکه اگر شما نتونیم، اگر ما همگی همونطور که الان به بسیار خوبی آقای خلجی گفتم، اگر ما نتونیم از جمهوری اسلامی نه فقط به عنوان یک حکومتی که الان در ایران حضور داره و داره سرکوب میکنه مردم رو، ما فقط نباید از حکومت عبور کنیم، ما از اندیشه خشونت هم باید عبور بکنیم. ما در شورای ملی همیشه میگیم جدایی دین از حکومت. خیلی ها در اپوزیشن هم فرمیزه هم خوشبختانه الان امروز به این کنسنسوس رسیدیم، فکر میکنم در جنبش دموکراتیک یا الان سازمانهایی که طرفدار یک دموکراسی سکولار جمهور هستن به این کنسنسوس رسیدیم. ما هم باید بتونیم به یک کنسنسوس دیگری برسیم، اونم جدایی حکومت و سیاست از خشونت هست و این خشونت ما را همیشه به عقب خواهد برد. یک بار برای همیشه ما باید از این خشونت عبور بکنیم و اون آشتی ملی، ما چرا میگیم آشتی ملی؟ چون میخواهیم از نظام جمهوری اسلامی با مینیموم هزینه برای ملت ایران عبور بکنیم. ما به هیچ وجه نمیخواهیم که ایران ما فردا تبدیل بشه به سوریه یا لیبی. نه نخواهد شد، چون خوشبختانه ما یک جامعه مدنی بسیار قوی داریم، بسیار روشنی داریم، روشنفکرانی داریم که در این جهت دارن تلاش میکنند. ولی همونطور که خدمتتون گفتم فراموش هرگز اینکه ما چطوری میتونیم این مسئله رو حل بکنیم. بله همه ما ها فکر میکنم که لطمه دیدیم، تک تک ما از جمهوری اسلامی لطمه دیدیم. من خانواده اینو میشناسم که زندانی سیاسی یا اعدامی نداشته در این. چی کار باید کرد؟ آیا باید ببخشیم؟ مسئله این هستش که ما نمیخوایم انتقام بگیریم. انتقام گرفتن این هستش که اگر تک تک ما بخوایم بریم انتقام خودمون بگیریم، اون موقع باز دوباره این نظام دیکتاتوری رو به یک دیکتاتوری دیگه جایگزین خواهیم کرد. باید برسیم به حکومت قانون، یعنی که باید ما در قانون اساسی آیندهمون بتونیم یک سیستمی رو
قوه قضاییه ایران بتونه یک سیستمی رو داشته باشه که رسیدگی بشه به فرم خیلی شفاف و نه در یک سری دادگاه‌های انقلابی، بلکه در یک سری دادگاه‌هایی که مبتنی به اعلامیه جامعه حقوق بشر باشه و اونجا بشه رسیدگی به تمام جنایت‌هایی که جمهوری اسلامی در این 40 ساله انجام داده. مسئله ما این هدف شورای ملی این است. متشکرم. مرسی. خواهش می‌کنم. بعدا میرسیم مثلا این پاسو راستان. یه سال دیگه از خانم برستان. یک توضیح دیگه هم میشه به رابطه فساد با برگزاری انتخابات سال من. سال ما سوال جالبیه چون خیلی ها میپرسن اولا که وقتی که ما یادم سال 2013 بود که رسما شورای ملی تأسیس شد خب خیلی حملات شد در فضای مجازی و در شخصی که انتخابات آزاد چگونه در چارچوب جمهوری اسلامی ممکنه. خب جواب خیلی ساده است، به هیچ وجه ممکن نیست. در چنین قانون اساسی که ما هممون بهش اشراف داریم در برگزاری یک انتخابات آزاد ممکن نمیشه، نمیتونه ممکن باشه در چنین سیستمی. اما این فساد گسترده و سیستماتیکی که امروز در ایران وجود داره بعد از گذشت 40 سال نمیتونیم بگیم در یک کشوری مثلا فساد اقتصادی هست فساد سیاسی نیست. فساد به هم ربط داره، همش به هم ربط داره. یعنی که یکی از شرایط انتخاب برگزاری انتخابات آزاد اینه که احزاب بتونن تشکیل بشن، آزادی تشکل احزاب باشه، آزادی تشکل سندیکاها و اتحادیه‌ها باشه، NGOها، اسوسییشن‌ها، انجمن‌ها بتونن فعالیت کنن، آزادی بیان و مطبوعات باشه، زندانی و سیاسی اقلیتی در زندان‌ها نباشه. همه اینا شرایطی که هیچ کدومش در نهای جمهوری اسلامی وجود نداره. در نتیجه این شما فرض کنید در کشور ما میان مثلا انتخابات نمایشی برگزار میکنن یا به قولی بعضی میگن انتصابات برگزار میکنن. در این انتخابات حالا دو جناح هستن که با هم میجنگن که بتونن به اصل یک قدرت برسن و این مسائل مالی شفاف نیست. درسته چون که در قانون این رو میاد تمام امتیاز رو در اختیار یک گروه میذاره. برای برگزاری این انتخابات آزاد یک از شرایطش اینه که تا حد امکان شفافیت وجود داشته باشه، رسانه ها آزاد باشن، در اختیار همه به طور مساوی باشن. یعنی مثلا این حزب نباشه که با یه حزب دیگه نتونه در رسانه ملی یا دولتی بتونه صحبت بکنه. اگر کشورهای آزاد و دموکراتیک رو نگاه بکنیم می‌بینیم که حتی در اروپا، من فرانسه مثال می‌زنم، احزاب حتی بودجه‌هاشون رو که از دولت می‌گیرن باید بتونن مساوی هزینه بکنن. اینطور نیستش یه حزب بیاد مثلا ده برابر اون یکی حزب بخواد برای خودش تبلیغ بکنه و این نابرابری به وجود بیاد. اینقدر پیچیده و ریزه که بخوایم به یکی یکی این بخش رو بپردازیم می‌بینیم که به همش به هم مربوطه و وقتی که فساد اقتصادی وجود داره، فساد سیاسی وجود داره، به هیچ وجه نمی‌تونید تو اون جامعه شما یک انتخاباتی برگزار کنید که پلورالیسم و تکثرگرایی سیاسی وجود داشته باشه. یعنی اینکه چپ‌ها باشن، راست‌ها باشن، ملی‌گراها باشن، حتی گروه‌هایی که مذهبی هستن می‌تونن برای خودشون حزب داشته باشن و در انتخابات شرکت کنن. درش وقتی میگیم دموکراسی، شرط اولش اینه که شفافیت وجود داشته باشه، روزنامه نگاران بتونن صحبت بکنن، بتونن خیلی علنی صحبت بکنن که این حزب ها، این فعالین سیاسی از کجا بودجه میدارن، چطوری و کجا هزینه میدارن. این تازه یک بخشش. درش همه اینها به هم مربوطه و فساد اقتصادی سیاسی یک رابطه کاملا متقابل با هم.